سلام به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. مقام های حکومتی از پایان یک جنگ جهانی در داخل خاک ایران صحبت می کنند. می گویند این به قول خودشان فتنه را هم از سر گذراندند. بنا به آمار سازمان های حقوق بشری بیش از 150 نفر کشته شدند و به گفته نمایندگان مجلس حدود 7000 نفر بازداشت شدند. کنشگران سیاسی هنوز دارند سعی می کنند خودشان را به پای اعتراضات برسانند و واکنش نشان دهند. فارغ از اینکه بپذیریم این اعتراضات فرو نشسته یا هنوز ادامه دارد، پژوهشگران هم به دنبال راهی هستند برای توضیح آنچه اتفاق افتاده. امشب در این برنامه قصد داریم لایه روی اتفاقات که هنوز خبرهای آن هم به طور کامل منتشر نشده کنار بزنیم و به عوامل اجتماعی و سیاسی و همینطور تاثیرگذاری این اعتراضات برسیم. سه میهمان داریم. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه اسرائیل از فینیکس آریزونا با ماست. آقای نفیسی یکی از نویسندگان کتاب ظهور سپاه پاسداران هستند. مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن از لس آنجلس با ما هستند. آقای بروجردی سال گذشته کتابی به همراه کوروش رحیم‌خانی نوشتند به نام ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما. و امین بزرگیان، جامعه شناس از استراسبورگ فرانسه با ما هستند. آقای بزرگیان نویسنده کتاب جنبش خستگان هستند که وضعیت تهی دستان در ایران رو بررسی میکنه، به خصوص به اعتراضات دی ماه 96 میپردازه. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای بزرگیان از شما شروع میکنم. شما 96 رو ظهور خستگی بیکاران، بدهکاران و تهی دستان شهرهای کوچک و بزرگ توصیف کردید. 98 رو چطور توصیف میکنید؟ خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه صحبتامو شروع بکنم باید به این نکته مهمی به نظر خودم اشاره بکنم که پس از یک کشداری اون هم به این دهشت، اساساً هر حرف نظری در مورد این اتفاق، در مورد اتفاقایی مثل این از اساس به نظر من بیراهه، چون کشته‌ها و جانهایی که از دست رفتند از ما یا سکوت طلب میکنن یا تاوان جانی که از دست دادن رو، و این بحث های نظری و تحلیلی در واقع، اما خب کاری جزئی نمیتونیم بکنیم و طبیعتا زندگانی هستن و ما امید داریم که این بحث ها و این صحبت ها و این برنامه ها و این همچین چیزهایی کمک بکنه به این که همچین اتفاقایی مجددن رخ نده. خدمتتون عرض بکنم که در کل من فکر میکنم رویدادهای سال 98 در ادامه فرایندهایی بود که از نیمه دهه 80 در ایران شروع شد و از نیمه دهه 90 شروع شد به ابراز شدن و بیان شدن، فقط با این تفاوت عمده که در واقع اونو ذیل در واقع جنبش تهی دستان من نام میگذارم، اما با تأکید بر این نکته که در جنبش 98 بسیار بیشتر از جنبش 96 طبقه متوسط به این جنبش پیوست و در واقع شروع کرد بازتاب دادن و انعکاس دادن. گویا در فرایندهای این چند ساله یک افول طبقاتی هم طبقه متوسط داشته و وضعیت ناهنجار و تهی دستی به طبقه متوسط هم سرایت کرد. من کلیت داستان رو اینجوری می‌بینم. آقای بزرگی، من میخوام یه مقدار در مورد این تهی دستی بیشتر از شما سوال بکنم، برای اینکه دست کم ما در مورد یکی از کشته شدگان که یکی از معترضان هست الان یک تصویری داریم. پویا بختیاری یک جوان 27 ساله است که فارغ التحصیل دانشگاه هست، در کارگاه پدرش کار میکنه، از خانواده ای میاد که براشون فرهنگ، هنر و شعر اهمیت داشته، زبان انگلیسی رو به خوبی صحبت میکنه. آیا او رو چطور طبقه بندی میکنید در این فضا؟ میدونیم که مثل او هم بسیار بودند. طبقات اجتماعی برخلاف این تصور مارکسیسم ارتودکس نمیشه یه خطکش دقیقی گذاشت و اون رو مشخص کرد و طبقات رو به این صورت به صورت دقیق از هم جدا کرد. اما این به این معنا نیست که ما طبقه ای نداریم. هر جامعه ای ساخته شده از طبقاتیه و در واقع طبقاتی که لزوماً هم اقتصادی نیستن و ما وقتی میگیم طبقه متوسط، مسئله اقتصاد یکی از شاخص‌های تعیین طبقات هست که البته میتونیم بیشتر بهش اشاره بکنیم که در فرایندهای جدید اقتصادی حاکم بر دنیا دوباره این مسئله اقتصاد دوباره اعتبار
سابقه خودش رو به دست آورده و دوباره گویی زیربنا شده. قطع به یقین بسیاری از کسانی که در جنبش 98 همون جوری که گفتم مداخله داشتن مجروح شدن، کشته شدن یا هر چیز دیگه‌ای، از نظر اقتصادی شاید به قول معروف جزء طبقات تویدست نباشن و طبقه متوسط هم در این داستان سهیم بوده. اما با توجه به آن چیزی که ما ادراک میکنیم از بسیاری از منابع شناختیمون، مثل گزارش ها، مثل بیان ها، میتونیم بگیم که جنبش 98 در ادامه جنبش 96 طغیان طبقاتی بوده که در حاشیه بودن از نظر اقتصادی اجتماعی. آقای نفیسی، برداشت شما را هم بدونیم. جریان شورش های ایران که به یک حساب الان چهارمین شورش عمده است در ایران و چندین جریانات کوچک، در واقع یک نوع دیالوگی است بین مردم و نظام حاکم، بدین معنا که نظام حاکم به هیچ کدام از خواستهای مردم جواب نمیده، مردم طغیان میکنن، نظام حاکم اونها رو به شدت سرکوب میکنه و این سیکل دوباره تکرار میشه. بحث طبقاتی هم در این مورد کاملا بیهوده است، به خاطر اینکه اگر که اولین رو نگاه کنیم که در واقع اعتراض به بستن روزنامه سلام بود، یک امر بود کاملا دانشجویی و دانشجویان هم از طبقات مختلف ایران هستند و بسیاری از اونها هم مرفه نیستن و بعضی هم مرفه هستن، اصلا این ارزش چندانی نداره. آقای نفیسی، آیا من معذرت میخوام چون این خیلی نکته مهمی هست، ما میخواستیم دقیقا به همین برسیم، به این تفاوت‌هایی که آیا فکر میکنید تفاوتی بین اونچه که در 78 جنبش دانشجوی اتفاق افتاد، در 88 جنبش سبز اتفاق افتاد و اتفاقات بعد از 96 در ایران وجود نداره؟ خیلی تفاوت اساسی وجود داره. ببینید جنبش های اولیه ایران در تاریخ معاصر، اول یک جریان دانشجویی است با خواستهای خیلی مؤدبانه، روزنامه سلام چرا بستی. جنبش سبز با خواستهای خیلی مؤدبانه، رأی ما کجاست که دولت هم با کشتن 8 نفر و ضرب جرح تعداد زیادی دیگه به اون پاسخ داد. جنبش بعدی عبارت بود از یک اعتراضی، جنبش اخیر عبارت است از یک جریان عمده ملی در واقع که اینها به یک واقعیت اشاره میکنن و اون واقعیت این است که حرفهای ما رو شما جواب نمیدید. یک امیدی هم بود که مثلا به این اصلاح طلبان اینها، وقتی که آقای رئیس جمهور آقای روحانی شد در واقع رهبر پریم، این امید هم از بین رفت و به خصوص وضعیت بسیار نابسامانی که آقای خامنه‌ای در ایران ایجاد کرده که فردای این جوانان روشن نیست، این باعث شد که مردم ایران این دفعه با یک عدم هر نوع در واقع توهمی راجع به سیستم وارد کارزار بشن. یعنی هیچ راه دیگه‌ای دولت برای اینها باقی نذاشته که به اون امیدوار باشن و بنابراین این که طبقات پایین به خصوص گفته میشه که بسیاری از این بانک ها رو به این دلیل زدن که در واقع غارت کنن و مقداری مردم و این جوان ها پول واقعی به دست بیارن. بنابراین جریان اخیر یک منشعب از این فقر عمومی و یکی دیگه از این که کاملا مردم ایران که نمایندگی میشن توسط این جوان ها مایوسن از هر نوع حرکتی از طرف دولت. آقای نفیسی، البته من یه چیزی رو اینجا بگم، چون واقعا ما هنوز هم که هنوز نمیدونیم که اون آتش زدن بانک ها و اتفاقاتی که در خیابون های شهرهای مختلف افتاده کار کی بوده، هنوز بحث هست سرش. بنابراین واقعا نمیشه در مورد اینکه حالا کار این جوان ها بوده برای چی و با چه هدفی رو هنوز نمیتونیم صحبت بکنیم به دقت.
آیه بروجردی، به نظر شما اون چه که اتفاق افتاده به لحاظ سیاسی یک در واقع زمینه‌ای برای توجیه و توضیح داره یا نه؟ من نقل میکنم از آصف بیات، نظریه پرداز سیاسی و نویسنده کتاب انقلاب بدون انقلابیون. میگه انقلاب زمانی اتفاق میفته که کمتر از هر وقتی انتظارش رو دارید. آیا در مورد اعتراضات هم میشه این رو گفت؟ آیا میشه فکر کرد که این اعتراضات مثلا فشار حالا سر بنزین زیاد بده ولی وقتی اتفاق میفته که براش آمادگی نداشتن؟ ببینید، من فکر میکنم اگر ما بخوایم بحث آکادمیک بکنیم در رابطه با تئوری هایی در رابطه با جنبش اجتماعی، باید چند تا مسئله رو در نظر بگیریم. عمدتا ما در بررسی تحولات اعتراضی انقلابی در ایران معمولا تحلیل ساختاری میکنیم، در حالی که نظریه پردازان علوم اجتماعی امروزه بیشتر توجهشون معطوف هست به بررسی دینامیک جنبش ها، یعنی اینکه نگاه بکنیم ببینیم که روابط رو اینها چه شکلی تعریف میکنن، منافع رو چه شکلی تعریف میکنن، نگاه اونها چه شکلی است. بنابراین در ارزیابی چه مسائلی که در ایران صورت گرفته، چه در بهار عربی یا در نمیدونم جنبش گزی پارک در مثلا ترکیه، باید بیایم نگاه بکنیم، از خودمون بپرسیم که این نوع حرکت ها از لحاظ فرصت سیاسی رو چه شکلی تعریف میکنن، بسیج منابع رو به چه شکلی بهش دست میزنن. برای مثال دست به اعتصاب، بویکات، لابی کردن یا به خیابان آمدن. به نظر من آنچه که ما شاهدش هستیم این هست که در تحلیل این مسائل به نظر من هم مسئله طبقاتی نقش داره، چون نمیشه انکار کرد که به هر حال قشر حاشیه نشین جامعه که کارمند دولت نیست، که با بیکاری بالا روبرو هست، که عدم امنیت شغلی داره و بسیار وقت بالا رفتن یه چیزی مثل بنزین اونها رو به تناسب نسبت به دیگر اقشار اجتماعی بیشتر نگران میکنه، میان و به این در 150 شهری که در ایران شاهد تظاهرات بوده میپیوندن. اما مسئله ما به نظر من یه مقدار مسئله عمیق‌تره. مسئله عمیق‌تری که ما باید بهش بپردازیم این است که چرا جنبش هایی که در ایران صورت میگیره، یعنی چه جنبش دانشجویی باشه، چه جنبش زنان باشه، چه جنبش های کارگری و قومی، چرا اینها فراگیر نمیشن، چرا ناپایدار هستند؟ به نظر من انسداد فعلی رو که ما در جامعه ایران داریم میبینیم برمیگرده به این مسئله که این جنبش ها به دلایل مختلفی دست به دست هم نمیدن، فراگیر نمیشن. راجب اون دلایل صحبت کنیم آقای بروجردی، فکر میکنید دلایلش چی هست؟ آیا فکر نمیکنید مثلا جنبش زنان یا جنبش دانشجویی دلیل این که مثلا تو این قضایای اخیر چیزی ازشون نمیشنویم اینه که واقعا دیگه وجود آنچنانی ندارن بعد از سرکوب گسترده؟ ببینید، به نظر من دلایل مختلفی وجود داره. برای مثال ما شاهد این هستیم که در ایران هر زمانی که تظاهرات حالت خشونت‌آمیز به خودش میگیره، یک سری اقشار از به صحنه آمدن، به خیابان آمدن اجتناب میکنن. طبقه متوسط برای مثال یک نمونه خیلی مشخص این مسئله هست که وارد این داستان نمیشن. این جنبش هایی هم که گفتیم یادمون باشه فراز و نشیب دارن. در یک برهه از زمان جنبش دانشجویی مطرح میشه، بعد جنبش های حرکت های قومی در ایران مطرح میشه، ولی پایدار نمیشه. بنابراین ما وقتی به دلایل اعتراضات اجتماعی در هر کشوری که نگاه میکنیم، از خودمون باید بپرسیم که خب آیا عامل این مسائل بحران اقتصادیه؟ آیا شورش بر ضد یک حکومت دیکتاتوری هست؟ آیا خواسته های طبقه متوسط یا طبقه کارگر خاصی هست که در اینجا اومده و به منزله ظهور گذاشته شده یا نه؟ من فکر میکنم متاسفانه ما در ایران در ارزیابی این جنبش ها، چون عمده توجه، عمده تجربه ما با جنبش های عمودی بوده، یعنی جنبش هایی که رهبری داشتن، در تحلیل جنبش های افقی، یعنی جنبش های بدون رهبر، ما تجربه کافی نداریم و متاسفانه به نظر میاد سطح تحلیلمون هم از اینکه چرا این جنبش ها به شکست می انجامند و شکستشون
به اصطلاح اون ناامیدی اجتماعی رو هم با خودش رقم میزنه، نتونستیم آنچنان کار شکوفایی رو انجام بدیم. آقای بورجردی، وقتی میگیم جنبش افقی و بدون رهبر، آیا مثلا جنبش منجر به انقلاب مصر رو در همین انقلاب 2011 رو هم میشه در این طبقه بندی کرد با توجه به اینکه بفهمید؟ بله، من فکر میکنم برای مثال جنبش انتقاضی که فلسطینی ها مطرح کردن یک جنبش افقی بود، بهار عربی عمدتاً یک جنبش به اصطلاح افقی بود، رهبری خاصی نداشت، احزاب واقعا نقشی درش بازی نکردن. ولی آنچه که ما این چند هفته اخیر در ایران شاهد بودیم یا در سال 96 شاهدش بودیم، جنبش های افقی هستن. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من رهبری یک چنین جنبش هایی رو در دست داشتم. و جنبش های بدون رهبر از یک لحاظ خوب هستن، یعنی فراگیر هستن، به اصطلاح خواسته های عمومی مردم رو ارائه میکنن، ولی از طرف دیگه از لحاظ ساختاری، شبکه سازی و غیره با مشکلات عدیده رو ببست. آقای بزرگان، از یک منظری آقای بروجردی مقایسه کردن با بهار عربی، از یک منظر دیگر میشه گفت که آیا تجربه جهان عرب و این اتفاقاتی که در بهار عربی باش روبرو شدند روی طبقه متوسط ایرانی تأثیر میگذاره برای اینکه با یک جنبشی همراه بشه یا نه؟ منظورم این هستش که وقتی مثلا مصر رو میبینن بعد از انقلاب که دوباره انگار همه چی ریست شده، برگشته به همون چیزی که بوده، تونس رو میبینن، حتی من با همکارهای مثلا مصری و تونسی اینجا صحبت میکنم، اغلبشون میگن وضع خیلی بدتر هست از اون زمان. آیا یک همچین تصوراتی باعث میشه که جامعه متوسط شهری در واقع تحصیل کرده ایرانی به پاشون سست بشه برای هر گونه اقدامی؟ دقیقا نکته مهم اینه که در ادامه حرفای بورجردی باید بگم که اتفاقا بحث طبقاتی خیلی مهمه، اما طبقه به مفهوم کلاسیکش نه. اون طبقه به مفهوم کلاسیک شاید نتونه چیزی توضیح بده، اتفاقا طبقه به مفهوم دینامیکش، یعنی در مورد هر اتفاقی این طبقه جاشو عوض میکنه، جای دیگه یا اشغال میکنه، مکانیزماش فرق میکنه. ببین مثلا داستان اعتراضات در ایران یه بعد پیوستگی بین المللی داره. ما در بسیاری از جاهای دنیا، در 30 کشور دنیا، 25 کشور دنیا اعتراضاتی شبیه به اعتراضات ایران داریم، یعنی نوع مواجهه حکومت ها فرق میکنه، اما آغاز اعتراضات و مسئله همین اینه که ما زندگی برای ما غیر قابل تحمل شده و فقیرتر داریم. ولی آقای بزرگیان، میپذیرید که مثلا وقتی شما مقایسه میکنید، من حدس میزنم شما مسئلتون نولیبرالیسم هست و همون اتفاقی که مثلا در فرانسه با جلیقه زردها میفته، در آمریکای جنوبی میفته، ولی من میخوام بگم که در این کشورها کسی نمیاد بگه که نمیدونم حکومت بره، ولی شعاری که توی بعد از گرون شدن بنزین میشنوید که مردم میگن که آقای خامنه ای باید بره. حالا شعارها رو من الان تکرار نمیکنم، ولی بحث این هستش که میگن باید کل سیستم بره. یه نکته اولش بگم، شاید این اشتباهی هست که ما میکنیم، حتی در همین فرانسه هم میگن باید بره، حکومت باید بره. اما مسئله سر اینه که جایگزین چندانی وجود نداره، برای همین این گفتمان ضعیفه. توی جامعه ایران گفتمان آلترناتیو قویه، به خاطر اینکه یه وضعیت استبدادی هم هست که همیشه این آلترناتیو زنده نگه داره. در فرانسه یا در کشورهای پیشرفته آلترناتیو چندانی هم وجود نداره. حالا اما نکته من این نبود، نکته من بود که اتفاقا ببینید چگونه در گفتار، ببینید طبقه اون گفتمان اصلیه جامعه مدنی و حوزه عمومی دست طبقه متوسطه. طبقه متوسط یک جامعه است که گفتمان اصلی حوزه عمومی رو میسازه، یعنی میگه که ارزش‌های جامعه چیه و جامعه مونده چیه؟ در این قضیه به نظر حالا شما نکته من همینه که طبقه متوسط در ایران هم ارزش‌های خودش رو به عنوان ارزش‌های جامعه پرزنت میکنه، یعنی بازتاب میده. در همین داستان اخیر ببینید مسئله فقر شروع شد، مسئله تویدستی شروع شد، از اینکه آقا جان ما به وضعیت اقتصادیمون داریم خفه میشیم، له میشیم. یک حکومت به کمک طبقه متوسط اومد، یعنی چیکار کرد؟ یعنی مسئله اقتصادی رو تبدیل به مسئله سیاسی کرد، شروع کرد سرکوب سیاسی، کشتار و بستن اینترنت. وقتی این اتفاق افتاد دوباره تویدستان گفتمانشون رفت تو حاشیه، دوباره مسئله اصلی یا مسائل اصلی شد کشتار، آدم نکشید، استبداد سیاسی
اینترنت رو چرا قطع کردید؟ یعنی باز هم تویدستان، یعنی اون وضعیت عینی روزمره تویدستان به حاشیه رفت. ببین نکته ای که هست اینه که طبقه متوسط، چون طبقات تویدست گفتمانشون پنهانه یا گفتمانشون حاشیه‌ای سرکوب شده است، اصلا هیچ جا پرزنت نمیشه در رسانه ها، در گفتار اینا، حتی وقتی که اعتراض میکنن به طرفت العینی طبقه متوسط میاد گفتمان اینا رو برمیداره برای خودش میکنه، شروع میکنه. ببین من یه مثال میزنم، تا قبل از اینکه اسماعیل بخشی زندان بره، اسماعیل بخشی زندگی داشته، شبهایی داشته، در فقر و فلاکتی بوده، اسماعیل بخشی نوعی رو میگم بس. اما به محض اینکه بازداشت میشه میاد توی گفتمان حوزه عمومی، یعنی شناخته میشه. این به خاطر اینکه حوزه طبقه متوسط مفهوم آزادی سیاسی رو میشناسه، مفهوم سرکوب سیاسی رو میشناسه، مفهوم همین آقای خامنه‌ای حکومت استبدادی اینا رو میشناسه، که البته درست هم هست. اما تا قبلش چون اصلا ارتباطی نداره، اسماعیل بخشی اصلا حضور ندارن، وجود ندارن. خب چطور میتونن چطور میشه اسماعیل بخشی ها رو، چطور میشه اون طبقه بی صدا رو وارد دیسکورس سیاسی کرد، وارد گفتمان سیاسی کرد؟ چه چیزی در این میانه غایب هست که این ارتباط برقرار نمیشه؟ ببینید دقیقا مسئله سر همینه. تا وقتی که ببین نکته قبل از این من بگم، همین آصف بیات که شما اشاره کردید در کتاب چیز خیابانی، سیاست های خیابانیش، به خوبی نشون میده که به خاطر اینکه دو تا دشمن داره تویدستانی، دو تا گفتمان مسلط همیشه تویدستان رو سرکوب کردن، یکی گفتمان حاکمه، یکی گفتمان طبقه متوسط. برای همین هم است که بعضی وقتا تویدستان اتفاقا میرن همکار چیز میشن، میرن کمک میکنن به حاکم برای سرکوب طبقه متوسط و کردن، برای احمدی نژاد کردن. اتفاقا مسئله سر اینه که تا وقتی که طبقه متوسط شرایط عینی و انضمامی طبقات تویدست رو درک نکنه و نفهمه و نخواد بفهمه که آقا جان مسئله دیگه ای هم هست، مسئله اینترنت مسئله فوق العاده مهمیه، تویدستان هم از اینترنت استفاده میکنن، اما نوع استفادهشون چجوریه، معنایی که به اینترنت میدن چجوریه و اساسا چه تا وقتی که طبقه متوسط جامعه، چه میدونم فرهنگیان، روشنفکران، این گفتمانهای مسلط زبان ندن، شروع نکنن به بیان وضعیت تویدستان و به اونها با اونها وارد دیالوگ بشن، قبل از اینکه اونها بخوان عضوی از طبقه متوسط بشن، هیچی عوض نخواهد شد. آقای نفیسی، من میخوام اول بدونم که شما چقدر با این تحلیل موافقین. به اضافه که اینو اضافه بکنیم، یادمون نره که با همین الان بسته معیشتی که دولت ایران قرار هست که بده، گفته حدود 60 میلیون نفر باید این بسته رو دریافت بکنن، بنابراین با یک قشر عظیمی از در واقع کسانی روبرو هستیم که دچار فقر اقتصادی هستن، در حدی که حتی خود دولت قبول داره باید به اینها کمک بکنه. چرا با تحلیل آقای بزرگیان در این زمینه موافقید که طبقه متوسط بحث‌ها رو سیاسی می‌بینه و گفتمان طبقه فقیرتر رو نمی‌بینه؟ موافقم یا مخالفم؟ میخوام بدونم نظرتون چیه؟ نظر بنده به کلی متفاوته و این بحث طبقاتی به خصوص در کشورهای جهان سوم معنای چندانی نداره. مسئله فرهنگی بسیار بسیار مهمتره. بهتون عرض میکنم چطور. شما توجه بفرمید که الان این جنبش هایی که از بهار عربی تا الان ما نگاه میکنیم، اینها در اثر پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، یعنی اینترنت و تلفن های سیار، اینها مردم امکان ارتباط با هم پیدا کردن و چون امکان ارتباط با هم پیدا کردن، در واقع دردهای مشترک رو بیان میکنن و در یک زمانهای اینها به غلیان میان و جریاناتی رو راه میندازن، حکومت به شدت اینها رو سرکوب میکنه و این سیکل ادامه داره همجور که عرض کردم. و علتش هم اینه که در واقع آگاهی فرهنگی وجود داره، مردم ایران الان عمدتا باسوادن و در واقع اون چیزی که اینها خواهان هستن، خواهان شناخته شدن به عنوان شهرونده، بالاتر از خواست آبنان، بالاتر خواست اینا میخوان به عنوان انسان و به عنوان شهروند شناخته بشن. متوجهم آقای نفیسی، ولی من بذارید سوالم به طور مشخص‌تر بگم. به نظر شما چطور میشه که مثلا بعد از 88 در بیانیه هایی که آقای موسوی به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز میده، از کارگران دعوت میکنه، از معلمان دعوت میکنه که به این جنبش بپیوندن، چندان همراهی
از اونها دیده نمیشه. یعنی شما اعتصابات کارگری رو در همین سالهای آخر شاهد هستید، در اون سالها چندان نبود. و الان طبقه متوسط با این اعتراضات آنچنان همراه نمیشه. یعنی طبقه متوسطی که میگم، طبقه متوسط شهرنشینی که خیلی در خیلی از حاشیه شهرها اتفاق افتاد، نه اینکه بگم همه طبقه متوسط غایب بودن، ولی یه بخش عمده از طبقه متوسط این رو اصلا وارد نمیشه. من از یک مترجم یک توییتی نقل میکنم از در تهران که میگه تا وقتی که این بحث ها به بحث آزادی بیان نرسه درد من نیست، من واردش نمیشم. حالا یک نمونه است از نمیشه گفت که بست میشه داد به همه جامعه متوسط شهری بالا، ولی واقعا چرا همراهی این دو گروه رو با هم نمیبینیم؟ ببینید، من عرض کنم که انقلاب یک استثناست. شورش اتفاق میفته، ولی انقلاب اون معنای همگیر که در واقع باعث تغییر کلی نظام بشه که استثناست. و در یک شرایط هم که در مثلا مصر و اینها اشاره فرمودید، اینا اشارات خارجی و دخالت آمریکا و غیر ذالک بود. در مورد ایران عرض کردم این شورش های موضعی عنوان میشه در اثر پیشرفت وسایل ارتباط جمعی به هم پیوند پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک رودخانه وارد عمل میشه. حالا چرا طبقات دیگه یا گروه های دیگه یا گروه های قدرت با اون همکاری نمیکنن؟ من طبقات کار ندارم، من به گروه های قدرت نگاه میکنم. گروه های قدرت نگاه میکنن به این موضوع و این رو اینجور تفسیر میکنن که خب این یک جریانی است، آیا ما وارد این بشیم یا وارد این نشیم؟ برای چی باید وارد بشن؟ به خاطر اینکه حضور رهبر در اینجا نیست، تشکیلات نداره. ببینید، یک جریان انقلابی در زمانی میتونه تداوم پیدا کنه که تشکیلاتی پشت اون باشه، لحاظ مالی بتونه تغذیه بشه. توجه بفرمایید، انقلاب قبلی ایران مثلا بازار خیلی محکم پشتش بود، آقای رفسنجانی خیلی پشتش بود از طریق گرفتن پول از بازار. از سازماندهی کل آخوندهای ایران و بازار پشتش بود. بنابراین مسئله سازماندهی و منابع مالی در جریاناتی مثل شورش اخیر ایران غایبه. بنابراین هیچ تعجبی نداره که مثلا گروه های قدرت، مثلا ارتشی ها یا سپاهی ها یا گروه هایی که میتونن در واقع اثرگذار باشن مثل همین ثروتمندان ایران، وارد جریان بشن و این رو تبدیل کنن به یک جنبش سراسری. بنابراین به نظر من این بالا رفتن پایین رفتن این جریانات فرهنگی است، ارتباط داره با اینترنت، ارتباط داره با تلفن ها، ارتباط داره با افراد با سواد. و اینکه آینده اینها چه خواهد بود بستگی بسیار زیادی داره به چند عامل. یکی از عامل ها این است که در واقع خود دولت شروع کنه در واقع کرک کردن و در واقع شکستن و از وسط اون نیروهایی بیان که وارد کمک بشن به مردم. توجه بفرمایید که در همین جریان اخیر هم چند نفر از این فرماندهان سپاه کشته شدن. آقای بروجردی، شما با کدوم از این تحلیل های آقایون موافق هستید؟ با آقای بزرگیان که میگن که یک به هر حال بحث طبقاتی است، آقای نفیسی میفرمایند بحث فرهنگی است. عرض کنم که به نظر من این دو هم هر دو عامل، یعنی هم عامل طبقاتی وجود داره، همین مرزبندی های فرهنگی مذهبی در جامعه ما باید منظور بشه در تحلیل ما، و هم یک عامل سوم و اونم مسئله نسل هاست، تفاوت نسل ها که آیا جوان ها شرکت میکنن در اینجا یا اینکه اقشار سالمند جامعه، افرادی که میان سال هستن رو هم شرکت میکنن. من فکر میکنم یک تحلیل فراگیر نمیتونه نقش هیچ کدوم از این سه تا عامل مهم، یعنی طبقاتی، نسلی و مرزبندی های فرهنگی مذهبی رو فراموش بکنیم. ببینید، همونجوری که دکتر نفیسی گفتن، واقعیتش این است که تناوب تظاهرات اعتصابات در ایران بالا رفته. حتی اگر مثلا شما سال 56 57 رو بذاریم کنار، در مقایسه با دوران شاه ما چنین مسئله‌ای رو نداشتیم که واقعا 4 تا مثلا حرکت مهم اعتراضی اجتماعی در کمتر از یک دهه بخواد توی جامعه مطرح بشه. خب این سوال رو برای محققین ایجاد میکنه، دلایلی که به مردم رو سوق میده به خیابان آمدن چی هست؟ من فکر میکنم آنچه که مشاهدهش هستیم این است که
ابر سیاه ناامیدی، مسئله عدم پیشرفت اقتصادی، مسئله انسداد سیاسی، تنش، تضادی که در جامعه هست، شکافی که بین حاکمیت و مردم وجود داره، عدم مدیریت درست، اینها به معنی چی هست؟ به معنی یک به اصطلاح سیاست هایی هستن که بیمه کردن اعتراض رو در ایران. در ایران کسی نمیتونه ادعا بکنه که ما اعتراضات مردم رو سرکوب میکنیم به شکل دیگه، اینها صورت نخواهند گرفت. این آب در هاون کوبیدنه. اعتراضات در ایران بخشی از فرهنگ سیاسی اون جامعه شده به خاطر ساختار جمهوری اسلامی و مسئله واقعا فراسوی فقط مسئله نیاز حاشیه نشینان و افراد به اصطلاح تهیدست است. ببینید درسته این ضرب المثل که میگن لقمه رو از دهان شیر گرسنه نگیرین که به شما حمله میکنه، درسته، ولی واقعیتش این است که شما وقتی که از لحاظ تطبیقی در دنیا نگاه میکنین ببینین که فشار اقتصادی و یا نرخ بالای بیکاری همواره به جنبش های اجتماعی دامن نمیزنه، باید عوامل دیگری هم به اسم به عنوان کاتالیزور در این وسط باشن که یک چنین مسئله‌ای رو رقم بزنن. برای مثال اختلاف طبقاتی باید وجود داشته باشه، مدیریت بد در جامعه باید وجود داشته باشه، سرکوب وحشتناک باید وجود داشته باشه تا مردم فکر بکنن یک درد مشترکی رو دارن. به اصطلاح آقای بوجودی، همه اینا که گفتید در جامعه ایران وجود داره، بدترش هم وجود داره. کاملا درسته، ولی ببینید این واقعیتش این است که همونجوری که در بخش قبلی گفتم حکومت جمهوری اسلامی راهی رو پیدا کرده برای اینکه این خواسته های به حقی رو که اقشار مختلف، جنبش های مختلف دارن مطرح میکنن رو به اصطلاح از همدیگه کنار بزنه. خواسته های قومی رو با نگاه امنیتی به خورد جامعه میده که نه، اینها میخوان به تجزیه مملکت به اصطلاح منجر بشن. خواسته های زنان رو میگن که خواسته های طاغوتی و نمیدونم دیگران هستن. بنابراین حکومت این توانایی رو داشته متاسفانه تا به حال که خواسته ها رو نذاره فراگیر بشن توی جامعه ما. به نظر من این مشکل ماست. ببینید شما وقتی به تئوری های انقلاب نگاه میکنین میبینین که یکی از پیش زمینه های انقلاب کنده شدن بخش های مهمی از یک جامعه هستند. یعنی چی؟ یعنی ما تا زمانی که بازاریان، نظامیان، روحانیان و بخش های دیگری که از این حکومت امروزه دارن دفاع میکنن از حکومت جمهوری اسلامی کنده نشن، به همین وضعیت موجود مجبوریم بسنده بکنیم. شورش هایی که هر از چند گاهی صورت میگیره ولی حکومت تواناییشو داره که سرکوبشون. آقای بزرگان، در صحبت‌های آقای بروجردی کلمه بود که من فکر می‌کنم در کتاب شما به نوع دیگری تکرار میشه. ایشون از ناامیدی صحبت کردن، شما از خستگی. ممکنه به من بگید که به نظر شما این ناامیدی یا خستگی از وضعیت، حالا هر چی که اسمش رو بگذاریم، آیا اصلا توسط حکومت ایران دیده میشه یا بیشتر از اون که بخواد این مشکل رو حل بکنه اونطور که آقای بروجردی میگن از این داره از این به عنوان یک فرصتی استفاده میکنه، به عنوان یک در واقع راهکاری برای اینکه جلوی اعتراضات رو بگیره، سعی بکنه از این ناامیدی بهترین استفاده رو برای بقای خودش بکنه؟ ببینید هیچ واقعیتی مهمتر از واقعیت زندگی روزمره نیست. یعنی اگر دو تا واقعیتی وجود داشته باشه که هیچ انکارش نمیشه کردی که مرگ و دیگری زندگی روزمره، حتی زندگی روزمره از مرگ هم واقعی تره و ما همواره درون زندگی روزمره هستیم. این عبارتی های بروجردی استفاده کردن یا شما تعبیر کردید از خستگی، اینها در واقع دقیقا مسئله اینو نشون میده که چقدر این مفهوم طبقه مفهومیه که در خودش فرهنگ رو هم داره. اصلا در ابتدای بحثم من گفتم اصلا این که ما طبقه رو یه مفهوم اقتصادی ببینیم اتفاقا از محصولات فرهنگی طبقه متوسطه که همه چی رو و میخواد بگه طبقه متوهی دست جامعه اینا مثلا فرهنگی ندارن یا مثلا فرهنگشون ضعیفه. این تلقی ارتدوکس قضیه است. من اشاره میدم به مفهومی از طبقه که در مباحث مثلا بوردیو مطرحه که این مسائل فرهنگی در درون طبقه است. یعنی ما وقتی میگیم طبقه متوسط هم مسائل اقتصادی رو در نظر میگیریم هم مسائل فرهنگی رو در نظر میگیریم. هم ببین مسئله سر اینه که
جامعه‌ای از من اگه بخوام به ترتیب بیام جلو، یه جامعه‌ای از در فرایندهای اقتصادی که بخش عمده ایش هم یه دستورات اقتصاد جهانیه، شروع کرد به فقیر شدن. این جامعه در ابتدای امر بخش تهی‌دست اون جامعه اتفاقا شدن همون چیزی که آصف بیاد بهش میگه که یه جماعت پوپولیستی که اتفاقا به کمک دولت اومدن برای سیاست‌های حالا به تعبیری نئولیبرالیستیش در ابتدای امر. اما بعد از یه مدتی با احمدی نژاد که تموم شد، روحانی که اومد و شرایط اقتصادی شدیدتر شد و خب تحریما هم بود، چیزهای دیگه هم بود، این طبقات تهی‌دست فهمیدن که ای بابا نمی‌سین که ما وضعیتمون هر روز داره بدتر میشه. نه تنها طبقه تهی‌دست، طبقات متوسط هم دیدن که وضعیتشون داره، اوضاعشون بدتر میشه. کارگران قشر آسیب پذیر، کارمندان دونپایه، چه میدونم بازنشسته ها، معلم ها، یه نیروی اینجا ایجاد شد از این بابت که آقا جان ما زندگی هامون رو داریم از دست میدیم، حداقل زندگی هامون رو داریم از دست میدیم. اما پیشا پیش این جامعه پیشرفتایی داشته. در مثلا در سال 78 76 88 یه سرمایه فرهنگی رو هم جمع کرده، یعنی مسئله آزادی و دموکراسی هم پیش اومده. اون چیزی که در مورد اینترنت و به قول معروف فضای مجازی میگن که آدم‌ها رو به هم ربط داد، دقیقاً همینجا بود. یعنی اینجا بود که یه آدم افرادی در بخش عمده‌ای از جامعه، چه طبقات تهی‌دست چه طبقات طبقه متوسط، وقتی احساس کردن که وضعیتشون وخیم شده، یه بیانی داشتن، یه ابزار بیانی داشتن، یه امکانی داشتن برای آگاهی پیدا کردن به اینکه ریشه های این وضعیتشون چیه. دقیقاً اینجا همون مفهوم پرولتاریاییه که مثلا در متون کلاسیک مارکسیستی میبینیم، اما به شکل جدید. یعنی طبقه ای که از نظر اقتصادی ابزار تولید ازش گرفته شده، اما یه آگاهی پیدا کرده نسبت به وضعیتش. آقای بزرگ، متوجه هستم، ولی ممکنه یه مقدار بحث رو مستاقی تر بکنیم. مثلا الان بگیم که مردم ایران از چی خستن. ما میدونیم که تحریم ها هست، مسئله اقتصادی هست، فلان اینا، ولی فراتر از اینها شعارها و صحبت هایی که میشنوید، یه چیزی فرای این هاست نیست؟ دقیقاً مسئله اینه که جامعه خسته است و هر طبقه و گروه اجتماعی خستگی های خاص خودشو داره. ببینید مسئله، نکته جالب اینه که ما الان در مملکت ما همه اپوزیسیونن، یعنی اصلا شما از حتی مقامات نظام هم از وضعیت موجود ابراز نارضایتی میکنن. مذهبی های خیلی سفت و سخت ما هم اپوزیسیونن، میگن آقا این حکومت به اندازه کافی مذهبی نیست، یعنی چیز نمیکنه، حجاب و سفت. ببین نکته اینه که در این جامعه یک خستگی ایجاد شده نسبت به وضعیت، هر کسی بر اساس شرایطی که داره و امکاناتی که داره. نکته من از اولش این بود که طبقه متوسط در ایران اگر چنانچه مدام بخواد ببلعه دیگر طبقات رو، دیگر گروه‌های اجتماعی رو، با بیانی که فقط خودش میفهمه، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، که اصلا خیلی مهمه، اصلا من مثلا تو همین کتاب جنبش خستگان اشاره کردم، جنبش دی ماه 96 بخش عمده ای از اون توان جنبش دی 96 سر دختران خیابان انقلاب چیز شد، اصلا فراموش شد، اصلا به حاشیه رفت. یعنی مسئله سر این که ما باید یه کاری بکنیم، این گروه هایی که به یه نوعی نسبت به وضعیتشون ناراضی هم به هم بپیوندن. این لازمش اینه که طبقه متوسط اجازه بده این گروه های تهی‌دست حرف بزنن، بیان بکنن، نه اینکه وقتی رفتن زندان اون موقع شروع بکنن ازشون دفاع کردن. آقای نفیسی، آقای بزرگیان خیلی به وضعیت گروه های در واقع کم بضاعت جامعه، من اصرار دارم که نگیم فرودستان، به هر حال این ترم هایی که استفاده می کنیم رو با دقت استفاده کنیم، بخشی از جامعه که به هر حال مشکلات معیشتی دارن، از اونها به عنوان موتور اعتراضات اخیر صحبت میکنن. از طرف دیگه ما میدونیم که بخشی از جامعه هم هستند، در واقع بخشی از این طبقه هستند که در اعتراضات دیگه به عنوان موتور در واقع کمکی حکومت استفاده شدن، در مثلا جنبش 88 با طبقه متوسط برخورد کردن، در واقع با
نمیدونم چه اسمش رو بشه گذاشت، پوشش لباس شخصی ها، پوشش بسیجی ها، به نظرتون میاد آیا طبقه متوسط از این طبقه یک دلخوری تاریخی داره که باش همراه نمیشه؟ به نظرتون چیه دلیل این عدم همراهی؟ من عرض کردم خدمتتون، من علاقه ای به این نوع تحلیل طبقاتی و این وضعیت ها ندارم. در کشوری که 300 نفر آخوند یک ملتی رو در اختیار گرفتن و در اونجا هیچ اعتبار شهروندی برای این مردم قائل نیستن و در این وسط مردمی هستن که میخوان شهروند باشن، خیلی ابتدایی و ساده است این موضوع. این هم اعم از نظامی، سپاهی، بریم تا استاد دانشگاه و بقال سرکوچه و همه. پس آقای نفیسی اگه شما به این اعتقاد ندارین، چون ببخشید در سوال قبلی هم اینها رو گفتیم، بذارید من یه جور دیگه بپرسم. الان دو راهکار معمولا پیش پای جامعه ایران گذاشته میشه، میگفتن یا باید در واقع حالت اصلاحات قدم به قدم باشه، طریق رای دادن از طرق این چنینی در واقع جامعه مدنی، یا اینکه باید یک انقلابی صورت بگیره. این دوتا رو میگن معمولا. به نظر شما یه راه دیگری هست؟ آیا در این وضعیتی که الان هستیم که به نظر میاد هر دوی این راهکارها در بنبست قرار داره، چیز دیگری به نظر شما میرسه؟ بله، نابودی ایران، اون چیزی که برای آخوندها ارزشی نداره. اینها نگاه کنید در سوریه چه کار کردن. سوریه رو همین آخوندها ایران حمایت کردن از یک دیکتاتوری. آقای نفیسی، بسیاری میگن که این گفتمان، این جور تحلیل کردن قضیه در واقع یک کمکی هست به حکومت برای اینکه جلوی هر تغییری رو بگیره. من سوالم از شما در مورد این بود که آیا راهکار دیگه‌ای هست، نه اینکه حالا ایران سرنوشتش چی میشه، اگر از راه تغییر گام به گام نیست، از راه انقلاب نیست، راه سوم چیه؟ ببخشید، برای من مهم نیست که حکومت از این استفاده میکنه یا اپوزیسیون استفاده میکنه. برای من مهم این است که به عنوان یک فرد دانشگاهی فهم خودم را از واقعیت اجتماعی بیان بکنم. فهم من این است که این دولت جمهوری اسلامی به هیچ صراطی مستقیم نیست و نشونم ده. نگاه کنید به صحبتهای آقای خامنه‌ای و نگاه کنید به صحبتهای یک مفسر قرآنی که گفته بیاید چه کار به سر مردم بیارید. ببینید این بساطی که الان حاکمه، تا زمانی که عرض کردم کسانی که قدرت در دست دارن، کسانی که تفنگ و ثروت رو یا هر دو رو با هم در دست دارن، کسانی که میتونن عامل تغییر از بالا باشن، عامل تغییر از پایین فراهمه. تمام مردم ایران شما میگید که کودتا بکنن، چه بکنن آقای؟ شما در واقع این حرفی که دارید میزنید، دارید میگید که مثلا اون کسانی که سلاح در دست دارن، امکاناتشو دارن، کودتا بکنن، چه باید بکنن؟ ببینید، ارباب قدرت در ایران الان کیا هستن؟ کسانی که در ایران صاحب نفوذ و قدرت هستن کیا هستن؟ کسانی که در مجلس‌های مختلف، شورای مختلف هستن کیا هستن؟ اینا لزوما نباید کودتا بکنن. میتونن خیلی با سلام مسلمی آقای خامنه‌ای کنار بذارن و به جای آقای خامنه‌ای یک شورای بذارن و بعد به سرعت شروع کنن این قوانین قرون وسطایی رو. اولش بگن آقا زنهای ایرانی رو آزاد بگذارید در زندگیشون. دومیش بگن آقا ما چه کار داریم با دنیا در این وضعیت وحشتناک؟ چه کار داریم با آمریکا؟ چه کار داریم؟ یعنی یک چیزا رو اینا میتونن در ظرف یک هفته چنان بکنن که از این ور به اون ور بشه. آقای نفیسی، شما در طبقه حاکم ایران چنین افرادی رو میبینید؟ افرادی که بتونن قدرت داشته باشن و بتونن چنین تغییراتی به این شکل از بالا رو اعمال بکنن؟ ببینید، من کی هستم که بگم میبینم یا نه؟ این من اون چیزی که میبینم اینه، میگم راه این است که بریم تا نابودی ایران، این راهی که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته، یا این که افراد صاحب قدرت در ایران به این فکر بیفتن که ما فردایی نداریم با این وضعیت که هرچه ببینید شورش‌های قبلی 10 سال و 8 سال و فلان بود، الان شده 2 سال 2 سال. بنابراین اینها به فکر بیفتن که ما با یک کارهای ضربتی میتونیم این عملیات رو عوض بکنیم. لزومی هم نداره که کودتا و بزن و به کوب و کشتار باشه. میتونه داخل خود، یعنی کسانی که در واقع گیت هولدر هستن، گیت کیپر هستن، کسانی که ارباب قدرت هستن، اینا به این فکر بیفتن که این کار رو بکنن. درست هم میفرمایید، این هم بسیار مشکله با این سیستم
100% امنیتی که آقای خامنه‌ای درست کرده این بسیار مشکله. به همین دلیل بنده عرض کردم این جریان میره تا نابودی ایران. آقای بورژردی، یک تحلیلی ژیژک داشت که یک دوره در مورد تحولات یک باره میگفت و خیلی هم طرفدار پیدا کرد، به خاطر اینکه با کودکی همه ماها یه جوری سر و کار داشت. میگفت داستان تام و جری اگه یادتون باشه، تام میرفت سر پرتگاه نمیافتاد تا زمانی که زیر پاشو نگاه میکرد و میدید خالیه. آیا فکر میکنید با این تکرار این اعتراضات به این شکل، بالا رفتن تواتر این اعتراضات، میشه فکر کرد که داره برای جمهوری اسلامی چنین اتفاقی میفته بدون اینکه بفهمه؟ من فکر میکنم هم در پاسخ این سوال هم در مسئله قبلی، قبل از اینکه به فکر نسخه پیچی برای اینکه چه شکلی از این مسئله بریم بیرون باشه، هنوز باید به نظر من هم قممون در تحلیل آنچه که واقعیتی که صورت می‌گرفته معطوف بشه. ببینید، واقعیت این است که برای عقب زدن حکومت جمهوری اسلامی، جنبش‌های اعتراضی باید به نظر من سه تا مسئله مشخص داشته باشن. یکی اینکه خواسته‌های مشخص از خودشون به اصطلاح اعلام کنن، دقیقاً بدونیم اینها چی میخوان، شیوه های خاص سازماندهی رو به اصطلاح تنظیم بکنن، و سوم اینکه اون ابزار تکنولوژی لازم برای سازماندهی رو در اختیار داشته باشن. حالا به نظر من ما اینکه پیوند طبقه متوسط با توی دستان رو خواستار بشیم، یک مقدار شاید خواست ایدئالی باشه. چرا؟ چون واقعیتش اینه که وقتی به جامعه نگاه میکنیم، اون تفاوت طبقاتی فاحش است. و واقعیتش اینه که چیه؟ ما در جامعه ما متاسفانه اپوزیسیون توانایی فلج کردن اقتصاد رو آنجوری که آقای خامنه‌ای در مقطع انقلاب، خامنه‌ای در مقطع انقلاب با حکومت شاه کرد، نداره. ما با ضعف تاریخی بخش خصوصی در ایران روبرو هستیم. واقعیتش اینه که مخالفین سیستم تجارت و اعتبار داخلی رو در اختیار ندارن. شما نمیتونین فلج اقتصادی بکنین حکومت جمهوری اسلامی رو. بنابراین این مسئله سبب میشه چی بشه؟ که یک مجرایی برای تنفس، یک مجرایی برای بیرون ماندن، در حاشیه ماندن، منفعل ماندن بخش بزرگی از مردم که باز هم به خاطر اون مسائل اقتصادی نگران زندگی روزمره خودش هستن وجود داشته باشه. به نظر من ما امروزه در این نابسامانی وجود داریم. یعنی درسته حکومت جمهوری اسلامی واقعا نابخردی و سرکوب خودش رو تا مغز استخوان نشان داده، ولی از طرف دیگه متاسفانه مخالفین هم آنچنان چیز زیادی در چنته برای ارائه کردن ندارن. بنیادهای مدنی در اون جامعه قوی نیست و همه انتظار این هستن که یا دستی از بیرون بیاد و کاری بکنه، که به نظر من اون هم یک تحلیل واقع گرایانه از اون چی که جامعه امروز نیازمندش هست رو ارائه نمیده. آقای بروجردی، جنبش های مدنی و هر نوع در واقع تلاش از محیط زیست بگیرید، از فعالیت بهداشتی و پزشکی بگیرید، از کارهایی که مربوط به جنبش زنان هست، جنبش های کارگر، حتی خیریه ها، این هیچ کدوم اینها در سالهای گذشته، در 20 سال گذشته در ایران تحمل نشدن. با چنین وضعیتی اصلا شما چشم‌اندازی می‌بینید که چنین اتفاقی صورت بگیره؟ من یادآوری می‌کنم که ما اعتصاب‌ها رو داریم، ولی خب کارخانجاتی نداریم که اونقدر در واقع اهمیت پیدا بکنن که نگرانی ایجاد بکنن برای حاکمیت. اون کارخونه هایی که براشون مهم هست رو حفظ می‌کنن، اونهای دیگه هم خیلی انگار مهم نیست. بنابراین تا به حال به در بسته خورده. آیا شما چشم‌اندازی می‌بینید از اینکه حاکمیت رضایت بده، یا اینکه مردم راه‌های رفته رو دوباره باز تکرار بکنن؟ نه، ببینید، حرف شما کاملا درسته. از یک طرف ما با یک حکومت توتالیتر روبرو هستیم، از یک طرف دیگه اون مشکلات ساختاری که من اشاره کردم واقعا ما رو به زمین زده. ببینید، شما نگاه بکنید به ترکیب نیروی کار در ایران نگاه بکنید، میبینید بعد از انقلاب کارخانجات بزرگ بسته شده و به جای اون کارگاه‌هایی که عمدتا تا 30 تا کارگر دارن به وجود اومده. این به معنی چی هست؟ این به معنی توانایی این رو به وجود میاره که اولا طبقه کارگری نیست که ما ازش صحبت بکنیم که بتونه فراگیر اقتصاد رو فلج بکنه. افراد در بنگاه‌ها،
در کارگاه‌هایی کار می‌کنن که به خاطر خیلی عظیم به اصطلاح ارتش بیکاران خیلی راحت میتونن جایگزین بشن با افراد دیگه. یا یه مسئله دیگه رو نگاه بکنیم، ببینین بر اساس آماری که سازمان آمار ایران داده، اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در جامعه ایران مدارک پیشرفته دانشگاهی دارن، یعنی فوق لیسانس و دکترا هستن، اینها کارمند دولت هستن. یعنی ببینین شاید بشه گفت مهمترین مغزهای و سرمایه فکری یک جامعه کارمند دولت هست و بنابراین دولت میتونه از اون ابزاری که داره برای اینکه به اصطلاح چک ماهانه این افراد رو نده استفاده بکنه برای اینکه اینها رو تطمیع بکنه، سکوت خودشون رو بخره. بنابراین به نظر من این واقعیت هاست که ما باید در نظر بگیریم، اما این به معنی این که دستمون رو به بالا بندازیم و بگیم خب تسلیم وضعیت فعلی میشیم، نه. من فکر میکنم اون چیزی که برای من حداقل جرقه های امید رو در جامعه ایران رقم میزنه است این هست که شما باید دارین با یک جمعیت شهری، با یک جمعیت جوان و باسواد به اصطلاح روبرو هستید. اینها خواسته های اون جامعه رو بالا بردن و جمهوری اسلامی نمیتونه، یعنی از لحاظ ساختاری فرهنگی نمیتونه به این خواسته ها پاسخ بده. بنابراین ما این تضاد رو به مراتب به تناوب بیشتر در سالها و ماهای آتی شاهد خواهیم. آقای بزرگم، من اون سوال آخر با توجه که وقتمون هم خیلی کم هست، من میخوام این رو از شما بپرسم. در واقع چون در مورد طبقه شما خیلی صحبت میکنید، فکر نمیکنید که حکومت جمهوری اسلامی الان با یک تضادی درون خودش هم مواجه هست؟ در واقع هم معترضان از طبقه هستند که به هر حال بضاعت زیادی ندارن، بضاعت مالی زیادی ندارن، هم نیروهای سرکوب و گروه هایی که نزدیک به حکومت هستن. در واقع انگار که حکومت داره به یک گروه از بی‌بضاعت‌ها پول میده که گروه دیگر رو سرکوب بکنن. به نظر شما این آیا یک خطر وجودی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کنه؟ ببینید، اتفاقا همین نکته‌ای که آقای نفیسی گفتن اتفاقا نشون میده که این گفتمان طبقه متوسط چجوری طبقات دیگر رو حس میکنه. اینی که باز هم اینی که بخواد وضعیت تغییر بکنه، یه سری آدم ها در مقامات نظام بشینن با هم بفلان بکنن که اینا رو بکنن بیرون و یکی ببین اصلا حس شد. اصلا همین اعتراضات عمومی و این اعتراضاتی که از درون جامعه بیرون میاد، از آنتاگونیسم ها، تضاد های درون جامعه میاد، حس شد. اتفاقا مسئله سر اینی که طبقه کارگر دیگه اون مفهوم کلاسیک خودشو نداره. امروزه پرولتاریا تمام کسانی هستن که نسبت به وضعیت موجودشون ناراضی هستن، زنان، محیط زیست، تویدستان اقتصادی، تویدستان فرهنگی، همه این پیوند خوردن اینها در واقع ساختن یک کلیتیه که کلیت معترضان رو میسازه. ببینید، انسداد در امر سیاسی نیست. من اصلا کلن مخالفم، انسدادی ما نداریم. انسداد در تحلیل های ماست. تا به محض اینکه گروه های مختلف اجتماعی زبان پیدا میکنن، شروع میکنن به حرف زدن، یه گشایش های ایجاد میشه. ممنونم. گشایشی که امروز ایجاد شده ناشی از اینه که اینا شروع کردن حرف زدن گروه های اجازه بدین من با آقای نفیسی هم چون اسمشون اومد بخود آقای نفیسی کمتر از یه دقیقه وقت دارید جنبندی بفرمایید. به نظر بنده مسئله رو خیلی قامز کردن به جای نمیرسونه ما را. ایران یک جامعه عادی نیست. ایران یک جامعه عادی به هیچ وجه نیست. ایران جامعه ایست که در حال پیشرفت بوده و به ناگهان متوقف شده و یک گروهی که به جز در واقع انگل جامعه بودن کاری بلد نیستن، اینا حکومت در دست گرفتن و در واقع مسئله اصلی جامعه ایران اینه. حالا این مسئله یک مسئله ملی شده و باید ما اینو قبول کنیم. متشکرم آقای نفیسی، متاسفم که وقت تموم شد. بحث بسیار جالبی است آقای نفیسی، آقای بروجردی و آقای بزرگیان. ممنونم از شما که با صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.